همزمان با سفر زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل، مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا از رئیس جمهور غنی و عبدالله خواسته تا کار را و وارد شدن به مذاکرات میان افغانان شتاب بخشند. پامپیو از تمامی طرف ها به شمول گروه طالبان خواسته که برای آغاز روند مذاکرات میان افغانان تلاش کنند. در همین حال گزارش شده که زلمه خلیلزاد با رهبران حکومت افغانستان درباره عملی سازی توافقنامه سیاسی، روند رهایی زندانیان، کاهش خشونت ها و آغاز گفتگوهای میان افغانان رایزنی کرده. سلام مهمانانم در این برنامه، آقایان ولی آریا آگاه مسائل سیاسی از لندن و سید اکبر آقا فرمانده پیشین گروه طالبان از کابل در برنامه با ما پیوستن. وقتان بخیر مهمانان گرامی. آقا صاحب، با شما بحث را آغاز میکنم. وزیر خارجه امریکا به تازگی گفته که تمامی طرف ها باید نقششان را برای آغاز گفتگوهای میان افغانان بازی کنند. از دید شما تلاش و برخورد طرف ها، طرف های دخیل در مسائل افغانستان و دخیل در روند سال چگونه بوده در این زمینه؟ هر دو طرف و حتی هر سه طرف و شمول ایالات متحده امریکا کار را برای آغاز مذاکرات میان افغانان چگونه پیش میبرند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام من تاسو ته او ستاسو مېلمنو ته او ستاسو اورېدونکو ته وایي. دوهم دا وایي چې موږ د رایونجیا د افغانستان په نامه باندې خبره کوو، د هغو په نمایندګي باندې چې هغه البته د ملت ادرس ته دي. زه فکر کوم چې د طالبانو د امریکایانو تر منځ چې کم یو نیم کال هم مذاکرات شوي وو، هلته هغه مذاکرات امریکایانو له طالبانو سره کومې پرېکړې چې کړې وې، د توافقنامې خبره وه او د بندیانو د خلاصون خبره وه او د بین الافغاني مذاکرات خبره وه، هغه یې مسؤلانه کړې وه. خو البته امریکایان په دا خپل مسؤلیت کې وروسته پاتې راغله، نو هغه و چې د دوی د پاتې کېدو دې ته زمینه برابره کړله چې حکومت هم په دې کې پاکشاري وکړله او وویله چې موږ مثلا توافقنامه یې ومنله او بین الافغاني مذاکراتو کوشش یې کوي. او دا یو بخش چې و چې هغه د بندیانو خلاصول و چې هغه د اعتمادسازۍ لپاره یو زمینه وه او پوره زمینه وه. په هغه کې بیا سویداتو شرایط راغله او درې واړې څلور واړې دا خبره بدله شوه، د طالبانو د حکومت تر منځ خبره پکې راغله چې هغه دوی کې پنځه خبره سره وکړلو، هیئت را لیو دا چې ټول وته په بیا هم دې سره ونه ده چې د پنجانو په باب باندې هغه چې پرېکړه وشي، لکه څنګه چې امریکایانو د طالبانو سره مسؤلانه پرېکړه کړې وه هغه عملي نه شوله. نو بیا هم د حکومت په مابین کې اختلافات وه، هغه اختلافات په هغه د حکومت په مابین کې اوسي یو اختلافي طریقه جوړه شوه یا بله طریقه جوړه شوله. اوس به وګورو چې حکومت دا دواړه طرفونه چې اوس هم خلک د شک په سترګو ګوري، دېته په شک تردید کې دي، ځکه چې د مصالحې ملي په نامه باندې ډله جوړه شوله، دا د نجیب په وخت کې بیا د سولې شورا جوړه شوله، تر د رکتیسه په وخت کې بیا د اشرف غني په وخت کې د سولې وزارت جوړ شو. خو هر یو په خپل وخت یا خپل مسؤلیت و یا رسالت هغه ادا نه کړي او ملت ځینې مطمئن نه دي تر اوسه پورې. اوس به وګورو که چیرې ډاکټر عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني ډېر کوشش په دې کې وو چې په افشاري په صلحه باندې وه، نو هغه به دوی د زلمی خلیلزاد سره چې نن دا درې خبرې یادې کړلې، چې زلمی خلیلزاد طالبانو سره خبره کړې وه، طالبانو هم دا په خپله ابلاغیه کې ویلي دي د اختر په مبارکۍ کې د ایبت الله اخندزاده صاحب چې موږ د امریکایانو څخه غواړو چې دغه توافقنامه چې موږ امضا کړې ده هغه ته شکست ورنه کړي، هغه دغه نه کړي، په هغه تعهداتو باندې ودري. تشکر بسیار. نو د هغه کې نوې خبره دا راغلې ده چې د کاهش او خشونت یې وایه، مثلا اتشکم یې وایه، دا نوې خبره راغلې ده، شاید هغه هلته د هغو سره مطرح شوي. نو که اوس دلته د بندیانو موضوع په هغه شکل باندې لکه څنګه چې امریکایانو او زلمی خلیلزاد سره د طالبانو سره خلاصه کړې وه،
هغه طریقه باندې خبره وسوله نو به ژر بین الافغاني مذاکرات ته ورسېږي او که نه وسوه زما فکر باندې نور به سابقه خبره وي او خلک به د شک و تردید په سترګو ورته ګوري او دا خبره به ښکاره شي چې د مطالعې ملي په نامه باندې حکومت د حکومت د تېرېدو د 5 کالو تېرېدو دپاره دا ډله جوړه شوله او یا مثلا د طالبانو په طرف کې د مقابل کې یو قوت جوړ شو هغه به مات شي او یا مثلا یا د سولې دپاره یو لاره جوړه شوه. آقای آریا، وقت شما هم بخیر. به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. وزیر خارجه امریکا از تمامی طرف های دخیل در روند صلح خواسته تا کار برای آغاز مذاکرات میان افغانان شتاب ببخشند و تلاش کنند و نقش بازی کنند در این زمینه. تنها حکومت و اختلافات درونی در حکومت و برخورد حکومت با عملی سازی توافقنامه دوحه در کناری که تعهدات بسیار مسئولانه در این توافقنامه نبودند مشکل ایجاد کرده در برابر روند و پیشرفت در روند صلح، و یا افزون بر این طالبا هم باید اقدامات می کردن به خاطر فراهمسازی زمینه آغاز مذاکرات میان افغانان؟ تشکر از دارتان و با عرض سلام. مشکلات و موانع در هر دو طرف بوده. از جانب دولت خب تا فعلا تا این روزهای اخیر ما شاهدی بودیم که تنش‌های سیاسی زیاد وجود داشت و اجماع وجود نداشت و در ارتباط با آزادسازی زندانیان طالبان بر علاوه مسائل تکنیکی مسائل سیاسی هم وجود داشت. میخواست دولت در ارتباط به او آسانی امتیاز ندهد به طالبان و حالا حتی با وجود این که اجماع سیاسی هم ایجاد شد و توافق صورت گرفته بین آقای عبدالله و آقای غنی، سوال اینجاست که آیا در عمل این توافقنامه به چه شکل عملی میشه و در ارتباط با وظایف و مسئولیت هایی که برای شورای عالی مصالحه داده شده به چه شکل اینا میتونن با موفقیت و بدون موانع بسیار عمده وظیفه خود انجام بدن. بسیار خوب آقای آریا، به این مسائل میپردازیم، اما تا اینجای کار چقدر هر سه طرف، امریکا، طالبان، حکومت در برابر روند صلح مسئولانه برخورد کردن و اقدام کردن به خاطر ادامهش و پیشرفت در این روند؟ از دیدگاه خودشان ما اگر نگاه بکنیم هر یک از این طرف ها با اون منطق و استدلال که خودشان پیش نظر خود دارند اینا طبعا مسئولانه عمل کردن، ولی اگر ما کل اقدامات این سه جانب را در نظر بگیریم بر اساس منافع ملی افغانستان، در او بدون تردید میتونیم بگیم که اینا در او چارچوب و تصویر کلی منافع ملی برای افغانستان مثلا عمل نکردن، در او هیچ تردیدی وجود نداره. آقای آریا، پوزش میخوایم که صحبتهایتان قطع میکنم مسلسل. بس برخورد غیر مسئولانه که شما هم با این بس موافق هستین، ناشی از چی است؟ به گونه طرف ها علاقمند به صلح نیستن، اراده برای کار ندارن، چنان که یک دیگر را متهم می سازن، هر دو طرف بقایشان را در ادامه جنگ می بینن، چه چیز این وضع را حاکم ساخته بر روند؟ چیزی که دولت می خواهد ایست که طالبان به این شکلی که حزب اسلامی آقای حکمتیار آماد زیر چتر دولت به شکل قرار گرفت و حتی بعضا ایره تعبیر کردن بعضی ها که به نوعی تسلیم شده آقای حکمتیار، ولی خب از نظر شخصی شخص من این به عنوان تسلیمی نبود، به هر حال به عنوان پیوستن به پروسه سیاسی بود، یعنی نحوه آمدن آقای حکمتیار به کابل. خب دولت مثلا توقع داره که طالبان هم به این شکل اینو بیان وارد پروسه سیاسی بشن و صلاح خود در نهایت به زمین بگذارن، بنان اگر به سیاسی عمل بکنن که جنبه عملی نداره. از طرف دیگه خود طالبان هم یک نوع زیاد خواهی، یک نوع مطالبات غیر عملی رو در نظر دارن که برو هم عملی است. بنان نمونه طالبان چیزی که میخواهن ایست که اینا در نهایت به کار به جای برسه که دولت بری اینها تسلیم بشه، پس از میان برنامه اینو بیان پس امارت اسلامی خود را در واقع تحمیل بکنن بر مردم که این هم جنبه عملی نداره. تشکر بسیار، برمیگردم با شما آقای آریا و ادامه فراخبر تا چند لحظه دیگر.
ادامه فراخبر. آقای سید اکبر، میخوایم با شما ادامه بحث را دنبال بکنم. تا اینجای کار چیزی که مشکل ایجاد کرده در روند سال یا کم از کم روند را برابر با انتظار اجازه نداده پیش بره، چیزی که آقای آریا مطرح کردند، زیاده خواهی های دو طرف و مطالبات که عملی شدنشان ناممکن است بوده و یا بحث اراده بر صلح هم در میان از هر دو طرف، هم طالبان حکومت را و هم حکومت طالبان را متهم ساختند که بقای خود را در جنگ میبینند و ارادهشان با صلح صادق نیست. زه فکر کوم چې دا واقعیت اراده خپل دا انتخابات راتلل دا په دې دلالت کوي چې اراده دلته نشته د سولې لپاره. خو بار تقدیر تاسې ولیدی چې انتخابات هم په داسې شکل شوه چې اوس هغه د انتخاباتو اصل یې ټوله د منځه یووړې وه او یو بله طریقه جوړه شوله. خو البته تر هغه دمخه که وګورو چې د امریکایانو ته نظر وکړو چې هغه د عین حال کې د مذاکراتو چې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ وه، د ټرمپ استراتیژي وه د جنګ، هغه مناسبه نه وه چې په هغه وخت کې سوې وه. هغه هم داسې وه چې د خارجانو، لکه د خارجانو اراده چې ډېره صافه او شفافه د افغانستان د سولې په بار باندې نه وي، یا تر هغه وروسته پورې وروسته د ټرمپ یو ټویټ و، هغه هم داسې وه. خو البته بیا که د هغو دا نورو شیانو ته وګورو چې دوی یولس وارې مراجعه ټوله د دوی د طرفه وه چې د طالبانو سره د خبرو زمینه برابرول وه، هغه یولس پاره وه، دا د امریکایانو ادعا او پاسته وه. نو هغه بیا په دې دلالت کوي لکه دوی چې د افغانستان کې خپل مجبوریت ویني چې ولاړ شي د افغانستان ته، ځکه دلته جبهې او ډېر د جنګ ورته جوړې شوې، مقابلې او مخالفتونه ډېر ورته جوړ شول په نورو مملکتو کې. نو هغه بیا په دې باندې موږ حمل کوو. خو البته زه دوی ویلی شم چې د دوه درې شانته ضرورت شته. یو دایي چې ارادې ته د دواړو طرفو ضرورت شته چې دواړه طرفونه اراده ولري. دوهم یو صحیح میکانیزم ته ضرورت شته. د سولې په باندې میکانیزم نشته چې په هغه میکانیزم باندې دواړه طرفه حرکت پکې، مثلا ورته چې ملک چې دی یو اسلامي ملک دی، یو داسې میکانیزم ته ضرورت شته چې هغه اسلامي سبقه ولري یا مثلا ملي سبقه ولري، د ملت اراده ورسره ملګری وي، دې ته ضرورت شته. خو دلته موږ چې دی نه ملي سبقې والا میکانیزم نه لرو، نه اسلامي میکانیزم لرو، او نه د ملي اراده راسره شته، د ملت اراده مو نه ده معتبره کړې. نو که چیرې دا اوسي زما فکر باندې خامخا به دلته اراده سولې ته راشي، او دلته دا سوله چې ده یو بل شی هم غواړي چې د دواړو طرفو قرباني غواړي، خو ډېره قرباني د حکومت غواړي، ځکه چې نن د افغانستان په ګدۍ باندې حکومت ځان اچولی دی، او هرته کومکونه د دنیا چې راځي بل ته راځي، هغه حکومت ته راځي. تشکر بسیار. نو زه فکر کوم چې ضرورت یې ته شته چې حکومت پراخ قرباني ورکړي او پوره اراده ولري. تشکر بسیار. تر اوسه پورې زه فکر کوم چې اراده نشته. که چیرې د دې نوې سلسلې سره اراده معلومه شوه، کېدلی شي چې هغه به ژر معلومه شي، آقا صاحب. بسیار کوتاه، توافق سیاسی اخیر میان دو دکتر غنی و عبدالله با استقبال هم در درون کشور و هم در بیرون از کشور روبرو شده. امریکا گفته که با استفاده از این فرصت باید تلاش شود تا مذاکرات میان افغانان آغاز شود. ما واکنش طالبان به این توافقنامه این بود که این یک فرصت نه، بل تکرار تجربه ناکام گذشته است. چیزی که واکنش طالبا به این بوده و طالبا گفتن که اصل مسئله و راه حل عملی ساختن توافقنامه دو هست، تشکیل شورای عالی مصالحه میتونه راه را برای صلح هموار بسازه؟ لکه ما هم وقتی و لوسون ما دلت خالق پس شک تردید کدی او دا شک تردید دا خلقو پا واقعت بانی بنا دی زکر دلت اعتماد و باور دا من دطلی دی تشمو گوری لکه دا نجیب پا وقتی و دا سلی شورا و دا کردیسا پا وقتی دا سلی وزارت و فاغو مساری پا دیر وکرلو ایسی نو وکرلو فا خالق وزدی سوایی
چې د داوود الله او د اشرف غنی ترمنځ موافقه راغلې ده، هغه کېدلی چې د 15 کالو د تیرولو دپاره یو طریقه جوړه شوې چې هغه دلته حکومت په انزوا په حالت کې و، نو دوی وایي دا 15 کاله به سره تیر کړو، یا به دا یې چې د طالبانو په مقابل کې به یو طاقت قوت جوړېږي. دا هم ښه خبره نه ده، اجازه بتین با آقای آریا همین مسئله را در میان بگذارم. آقای آریا، دید شما چه است؟ آقای سید اکبر میگن که باید میکانیزم وجود داشته باشه و مشکل نبود میکانیزم حاکم است بر روند که گمراه ساخته یا با بنبست یا با کندی روند رو بالا ساخته. در توافقنامه حکومت وحدت ملی که حتما از نظر گذشتاندین مواد این توافقنامه را، شورای عالی مصالحه ملی به رهبری آقای عبدالله که اسرف های جنگ و مبارزه با گروه طالبان در گذشته بوده تاکید شده روی ایجاد این شورا. فکر میکنین که با ایجاد این شورا که بسیار این کار زمانگیر و پیچیده هم توصیف شده و تعریف شده در توافقنامه، راه برای صلح باز میشه و میکانیزم برای آوردن صلح با ایجاد این شورا در کار خواهد شد؟ با تشکیل شورای عالی مصالحه راه برای مذاکره مساعد شده، ولی به معنای این نیست که حتما این مذاکره به صلح و مصالحه می انجامه در دراز مدت. در روی موانع بسیار بزرگی وجود داره، طوری که من پیشتر هم گفتم در ارتباط با مطالبات هر دو طرف. ما اونا را در نظر بگیریم، فاصله و تفاوت به اندازه هست که ما میتونیم بگیم حتی در بعض موارد غیر ممکن است که اینا در دراز مدت بتانن زیر یک چتر قرار بگیرن. و ای که آیا این شورای عالی مصالحه مکانیزم را فراهم میکنه برای مذاکره، بله در او هم شک نیست، این مکانیزم میتونه که به وجود بیایه. در عمل طبیعتاً چالش های خود را خواهد داشت، ولی به این معنی نیست که نمیتونه بستر باشه یا مکانیزمی باشه برای پیشبرد مذاکرات با طالبان. مهم است که آیا خواستهای هر دوی طرف جنبه عملی داره یا نه. که ایره من میخوام که فعلا بسیار خوب است که کسی که در گذشته عضو طالبان بوده و فعلا هم آشنایی زیاد با آنها داره و طرز فکرشون و ایدئولوژیشون، که از اونا بشنویم که آیا واقعا وقتی که طالبان میگوین ما خواهان استقرار مجدد حکومت اسلامی و نظام اسلامی هستیم، آیا این به چی معناست؟ آیا باید که نظام فعلی کاملا از بین بره، در تصورهای دودهه گذشته کاملا نادیده گرفته بشه یا چی؟ تشکر. اجازه بدین آقا صاحب در باره دیدشون داشته باشن. چی است دید شما آقای سید اکبر؟ به مطالبات طالبان مناسب حال نیستن و برابر به حالات حاکم نیستن، مثلا برگشت امارت اسلامی و مسائل دیگر از این دست از طرف طالبان زیاد عملی نیست و سرنوشت نظام کنونی چی خواهد شد با این مطالبه؟ د طالبانو په نظام کې یو څه اسلامي صفغه شته، هغه اسلامي صفغه یعنې یو خوښه دلته یو ګډوډ حکومت خوښوي او یو داسې ډیموکراسي یو خوښه وي لکه د افغانستان په هنداره کې چې څوک وګوري ډیموکراسي وحشت، ډیموکراسي معنی جنګ، ډیموکراسي معنی غلا، ډیموکراسي معنی اداري فساد، داسې دا شان یو خوښ وي. هغه خلک وایي طالبان په افغانستان کې په دې باندې قطعي دغه کوي چې طالبان په افغانستان کې امارت غواړي. طالبان دا وایي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې به موږ خبره کوو چې په افغانستان کې به یې څنګه شکل راشي او څنګه شکل دغه د جمهوریتونه هم لس رقمه طریقې لري. د ایران طریقه ده، مثلا د پاکستان دا جلا ده، دا بل دا جلا ده، دا بل دا جلا ده. کېدلی چې طالبان به په دې باندې خبره داسې خبره کوي چې یو داسې حکومت په افغانستان کې راشي چې هغه مضبوط حکومت وي او د افغانستان کنټرول کړي، ځکه افغانستان څلوېښت کاله په داسې حالاتو کې رالی هغه نه دي کنټرول شوی. نو زه فکر نه کوم چې طالبان په افغانستان کې خاص د امارت اسلامي غوښتونکي وي. دا د خاصو خلکو خبره ده او زه فکر نه کوم چې دا به د طالبانو خپل شخصي نظر وي. تشکر بسیار. آقای آریا، پاسخ را دریافتین از جناب آقا صاحب. به طالبان این مسائل را در گفتگوهای میان افغانان مطرح خواهند کرد و بنابر شرایط و واقعیت ها تصمیم در این باره گرفته خواهد شد.
خب این جواب قانع کننده نیست. ببینید من شخصا با تمام انتقادهایی که از دولت دارم، از نظام فعلی دارم، ولی در این هیچ نوع تردید نمی بینم که نظام فعلی در افغانستان حاضر است که طالب ها را به عنوان بخشی از پروسه سیاسی بپذیره، به این شکل که در طیف سیاسی گسترده که ما فعلا داریم، ما می بینیم که احزاب و گرایش های مختلف سیاسی در اونجی از محافظه کارترین و دست راستی ترین تا نیروهای چپ، لیبرال و غیره وجود دارن. ولی آیا در نظامی که طالبان مد نظرشان است چون این امکان وجود داره؟ یعنی پلورالیسم به معنای واقعی کلمه میتونه در اونجی ارزندام بکنه از نظر سیاسی، گروه های مختلف سیاسی بیان اینا هم بخش از پروسه سیاسی باشن؟ آیا حقوق اقلیت ها و حقوق زنان و ارزش های دموکراتیک و دستاوردهایی که ما داشتیم در سالهای گذشته، آیا جایگاه اینا چی خواهد بود؟ آیا نیروهای دفاعی و امنیتی ما سرنوشتشان چی خواهد شد؟ از نظر سیاست خارجی موضعشان چی خواهد بود؟ اینا تمام مسائلی است که در حالی از ابهام قرار داره. یعنی طالبان میگن که مسائل در گفتگوهای میان افغانان به بعض گرفته میشه و برای زنی گرفته میشه، نتیجه هرچه شد همو در دستور کار قرار میگیره. یعنی اینا بحث های پیش از وقت دانسته میشن از طرف طالبان؟ من فکر نکنم پیش از وقت باشه. اینا در بسیار وقت داشتن، در حداقل در 2 سال گذشته که پروسه مذاکره با ایالات متحده را شروع کردند، اینا بارها پرسیده شده از جانب طالبان که توسط رسانه ها، توسط مردم، سازمان های مدنی، جامعه مدنی، که شما واقعا تعریفتان از حکومت اسلامی چیست؟ همیشه اینا یک جواب سردرگمی را ارائه کردن. ما از حکومت اسلامی و نظام اسلامی ما میتونیم تعبیرهای مختلف داشته باشیم، الگوهای مختلف داشته باشیم. الگوی مورد نظر طالبان تا جایی که مربوط به مردم افغانستان است، برداشتی که مردم دارن، همون چیزی بود که در گذشته بود. مردم فکر نمیکنن کدام تغییر آمده باشه. آیا از جانب طالبان هم این مسئله واگذار میشه به گفتگوهای میان افغانان که در بحث کنونی هم وارد نیست؟ آقای آریا، میخوایم آخرین پرسش از آقای سید اکبر داشته باشم. گزارش های هرچند تایید نشده اما وجود دارن که تلاش میشه تا در ماه آینده میلادی گفتگوهای میان افغانان آغاز شود. در این باره شما اطلاعات دارین؟ اول دو دوری ویل ایسم دا ورورت بسیار کوتاه، فرصت بسیار اندک است آقای. اول دو دوری ویل ایسم طالبان چی دی ما دا معرض بابا بادی ما دلی دی آغا تین پدی بادی ولار ندی هم مالی کن دونی ویل ایسم نکده چول طالبان چی دی حکومت پا دغا ورنه کی طالبان رو طالبان اس مقبول دی، طالبان اس خلق پدی پیدلی دی شدا قدرت دلی طاقت دلی پا افغانستان کی رسوخ لری نفوذ دلی خامقابا پا افغانستان کی دوی په تل کته تریپوسه راځي په افغانستان. تشکر. آقا صاحب درباره زمان آغاز گفتگوها احتمالاً ماه آینده میلادی گواه این کار خواهیم بود. بسیار کوتاه، فرصت اندک است. نه آقا، تر اوسه پورې معلوم نه دی. خو دا د وګورو چې دا د حکومت او د جلدادو د حکومت تر مابین په خبرو باندې توافق رالی، هغه به بیا د طالبانو سره مخبره کوي، بیا به د وخت په باب باندې خبره معلومېږي. تشکر بسیار آقای سید اکبر، آقا فرمانده پیشین گروه طالبان، و تشکر از شما هم آقای آریا، آگاه مسائل سیاسی، که از لندن در برنامه با ما پیوستین و وقت گذاشتین. موفق باشین و همچنان تشکر از بیننده های گرامی که بحث ما را دنبال کردند.